اینها بخش از سندهایی است که نشان می‌دهد در بغلان شمار از صندوق‌های رایدهی به سود یک نامزد مشخص پر می‌شود. شمار از کودکان نیز با تذکره‌های برچسب خورده سرگرم رای دادن به نامزد مورد نظرشان هستند. برخی از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان از ولایت بغلان به کابل آمدند و این سندها را امروز شنبه در یک نشست خبری با رسانه‌ها شریک ساختند. آنان ادعا دارند که برخی از مقامات دولتی به خصوص فرماندهان پلیس ولسوالی ها در بغلان دست به تقلب گسترده زدند. با توجه به تقلبی که صورت گرفته ما خواهان عزیزم که آرا باز شماره شود و آنچه که در درون صندوق و نتیجه بایومتریک هست همون محاسبه گردد، نه چیزایی که اصلا وجود ندارن و خیالی هستند. اسناد داریم که وقتی ناظرین ما رفتن که چرا صندوق ها رو پر میکنین؟ این نامزدان میگویند که تنها در دو ولسوالی از سیستم بایومتریک استفاده صورت گرفته است و در 12 ولسوالی دیگر از این سیستم استفاده صورت نگرفته است و مردم بدون بایومتریک رای دادند. همچنان برخی از نامزدان متعرض ولایت بغلان خواستار شمارش دوباره آرای این ولایت هستند و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند تنها آرای را شمارش کند که از راه بایومتریک به دست تنها این مسئله نبود که یک کس بیای صندوق ها را پر کنه، بلکه خود کمیسیون هم در این دست داشت، بعضی از اراکین دولت محلی هم در این دست داشتن، قماندان های هم. قرار بود در 14 ولسوالی بغلان در 28 میزان انتخابات برگزار شود، اما نامزدان معترض انتخابات در این ولایت میگویند که در دو ولسوالی بغلان از جمله ولسوالی تاله و برفک انتخابات برگزار نشده است. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.